سلام به همه عزیزان، چه تو اروپا چه تو ایران. اومدم برم تو این فروشگاه ببینم، برای بیرون میخواستم صندلی ببینم چیزی ارزون کردن یا نه، ولی فکر نکنم. یه نگاه سریع و برم، چون یه 20 دقیقه استراحت داشتم نزدیک کارمه. یه نمیبینم، همه رو انگار جمع کردن صندلی بیرونو. اینا رو دوست دارم، قشنگم بشکله دیداش قشنگه. قرار امروز برنج و چیز درست کنم، برنج و مرغ با بادمجون بریزم توش. فکر میکنم قراره یکی از قلوها بیاد کمکم کنه. میدونه اینا قبلا من خریدم، ارزون نشدن، هنوز همونه. بعضی چیزاش قشنگه، بعضی چیزاش صندلی متاسفانه نداره، اون صندلی که من میخوام. تو ارزون شده؟ نه، چی ارزون نکردم. من تا یه ساعت دیگه میرم خونه، مرغ و برنجمو درست کنم دیگه. به همه تونو به خدای بزرگ میسپارم، دلتون شاد انشاءالله، سلامتی برای همه تون آرزو میکنم. این مرغو من دو سه ساعت پیش گذاشتمش توی خیلی کم، من البته زعفران ریختم و نصف لیمو تازه با پیاز و از همین ادویه که همیشه می‌ریزم، از همین یه قاشق من ریختم، ولی بعد مزه می‌کنم، اگه کم بود دوباره می‌ریزم. من همیشه از این برای مرغو اینم، ولی برای برنج من این استفاده نمی‌کنم. بعد ادویه هم فلفل سیاه، کاریه و زردچوبه، و برای سوسش هم این روبه که همیشه بهتون میگم روغنش، ببینین هیچ چیش نشده، هنوز سالم سالمه. من این قدش رو سرخ کردم که وقت نگیره، هیچ چیش هم نمیشه، هر چقدر بمونه مثلا تا شاید دو هفته سه هفته بمونه، ما ولی برای ما زیادی. بعد یه دونه هم هویج من خرد کردم، حلقه حلقه میتونید بکنی هر جوری خودتون دوست داری. این بوی مرغ میگیره و پیاز و هر چقدر پیازش زیاد باشه، اونایی که پیاز دوست دارن بوی مرغ میگیره و خیلی خوشمزه میشه.
ولی من به جای مثلا اون روز زرش کلو میخوام روش بادمجون بریزم، به جای بکنمش زرش کلو میخوام بادمجون بریزم تو مرغا وقتی کاملا پخت، ولی باید تفت بخوره قشنگ. هر وقت تفت کامل خورد بعد من این روبی که تفت خورده الان یه ذره دیگه باز میزم این، ولی من توش کره ریختم رو مرغا، هیچ روغنی من نریختم دیگه. یکم هم الان زعفران دوباره میریزم که ببینیم اینقدر، و این لیمو تازه رام نصفش رو ریختم توش، نصف دیگه هم آبش میگیرم. بعد این لیمو پوستش رو نندازین دور، بذارین تو ظرفشوییاتون، ظرفشویی و بوی ظرفشویی رو میگیره. اینو اینجوری میری زیر مرغه. قشنگ هی به هم بزنید تا آبش تموم شه و سرخ بشه. وقتی کاملا آبش تموم شد بعد اون موقع این رو بهش اضافه میکنین و خیلی کم آب و میذارین مثل دم بکشه مرغه، نه خیلی پر آب باشه، آبش اصلا نباید بیاد بالا، تا اینجاها، تا اینجاها باید بریزین خیلی کم، بعد بذارین مثل دم بکشه. بعد آخر سر من این بادمجون رو حلقه رو سرخ کردیم، اینا رو میریزیم روش 5 دقیقه آخر چون خودشون سرخ شدن، بعد گذاشتیم رو این دستماله که روغنش گرفته شه. بعد که خیلی کاملا پخت اون موقع باز دوباره میام که وسط کاری بار دیگه نشونتون میدم چجوری شده. این برنج من داره میپزه، آبشو گذاشتم رفتم توش دیگه داره میپزه. چرا آبش زیاده؟ اینا باید آبش تو زیاد باشه که تو برنج توش فقط برقصه تو آب. یعنی بعد این الان میتونین یه نصف لیوان آب سرد توش قاطی کنین الان این میذاره برنجتون قد بکشه. برای سرش وایسی اینجوری تا نسوزه. بعد که کاملا آبش تموم شد روبو بهش اضافه میکنم، موقع برمیگردم یه ذره دیگه نشون میتونم میدم که چجوری شده. این الان دیگه من الان روبو رو میریزم چون دیگه تب خورد، خیلی هم خورد، باید بوی مرغو بگیری الان این تب خورده. توش میریزم ولی آب جوش خیلی کم پودر سیرم ریختم توی روبه، باشون تفت دادم با زردچوبه و فلفل سیاه و کاری. حالا اینو دیگه میذارم برای خودش، در میذارم روش رو خیلی کمش میکنم که مثل دم بکشه چون آبش خیلی زیاد نیست. بعد خیلی پخت 5-6 دقیقه موقع
این بادمجونا را میذارم روش 2-3 دقیقه و خاموشش میکنم. وقتی تموم شد برمیگردم دوباره آخر سرم نشون میدم چه جوری شده. بدین جو مرغمون دیگه حاضر شد. بادمجونم ریختم روش، گذاشتم یکم دم کشی. الان میذارم به قلوام مزه کنن ببینن چجوری شده. من خودم مزه کردم، خیلی عالی شده بود. همه چیش خوب بود، ادویهش، سوسش قشن پخته، بونه میداد مرغش، خیلی خوب شده بود. یکو خیلی 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 کم من گشنیز از مال باغچه خودم اندازه یه قاشق خورد کردم، ریختم قبل از بادمجونا رو بریزم ریختم روش. دیگه من فلفل سیاه بود، ادویهش، کاری و زردچوبه و از همون نمک همیشگی من میریزم که مخلوطه. دیگه روبشو سرخ کردم با زعفران. دیگه اینم برنجش، برنجش عالی شده. سیب زمینی ریختم، اول یه ذره زعفران بعد سیب زمینی ها را تهیه برنج ریختم. الان میریزم که دو قلوان مزه کنم ببینم چه شکلی شده. الان مامان مزه کنیم ببینی چه جوریه. موبایل بده مامان، من میگیرم، شما هم مزه کنیم. الان از این بقلوها دارم مزه میکنم ببینم چه شکلی شده. خوشمزه داره. نمک کشینه همه خوبه؟ خیلی خودم برمیدم ده میدم دو خلوام. مرسی مامان قشنگه من. یه آرزوهای خوب براتون دارم، دل خوش، سلامتی برای همتون. مرسی از همتون. یه شب خوبی براتون آرزو میکنم و اگه میتونین برام لایک بزنین ممنون میشم. و به قول دخترم ممنونم از همتون. شب خوبی داشته باشین. دل خوش.